روزی که سرنوشت من عوض شد، یه روز معمولی بود مثل همه روزهای دیگه. یکی از اون روزهای سرد زمستونی که تو فقط دلت میخواد یه چایی درست کنی، یه رمان خوب برداری، بشینی روی مبلت کنار شومینه و لذت ببری از زندگی. ولی من باید کار میکردم و از اون مهمتر بعد از ظهر باید دخترمو که 2 سالش بود، فردا تولد 2 سالگیش بود، برای چکاپ روتینش میبردم. اما اون روز اصلا یک روز معمولی نبود و اون چکاپ هم یه چکاپ روتین نبود. سحرگاه روز بعد، ساعت 5 صبح، من پشت در اتاق عمل بیمارستان ایستاده بودم و از پنجره کوچیکی که تو اتاقای عمل معمولا هست نگاه میکردم به بحث داغی که بین پزشکا بود برای اینکه چه باید بکنن و دختر کوچولوی من که بیهوش روی تخت خوابیده بود. هیچ کس به من از دیروز ساعت 6 نگفت که چی شده. با همه سوالایی که داشتم، با همه استرابی که داشتم، با همه اینی که از چهرهاشون میفهمیدم که یک چیز غیرعادیه، ولی هیچ کس نمیخواست به من اطلاعی بیش از اون چیزی که شاید اونا لازم میدونستن بدن و حق من بود که بدونم، ولی این حقو به من نمیدادن. بنابراین یک خشم اضافه هم میشد به حالا دردسری که پیش اومده بود. چاره‌ای نداشتم جز اینکه اونجا بایستم، چون داد و فریادامو دیروز کرده بودم، بهشون گفته بودم بهشون اعتقاد ندارم، بهشون گفته بودم من بچه‌مو نمیذارم بهش دست بزنی، من بهشون گفتم بچه 2 ساله منو کسی نمیذارم زیر چاقو ببره، بهشون گفتم من همین امشب پرواز میکنم میبرمش جایی که ممکنه امکانات بیشتری داشته باشن که بدون جراحی به من بگن که چه اتفاقی افتاده. ولی به من گفتن حتی 1 دقیقه امروز مهمه. من باید میایستادم اونجا ساکت بدون صدا و صبور، چیزی که تقریبا غیر ممکن بود. شما همتون چهره‌ای که میخواد خبر بدو به آدم بده میشناسین، دیدین. بنابراین تو اصلا دیگه منتظر بقیهش نمیشی، دنیات به هم میریزه. برای من اون خبر بد یک سونامی بود. تمام زندگی، طراحی‌های آینده، خوشحالی، رفاه، احساس خوشبختی، همه چی با این سونامی شسته شد و رفت. طول کشید تا من بفهمم که خبر بد فی نفس خبر بد نیست. خبرهای بد یا خبرهای خوب زمان میبرن تا اینکه ما متوجه بشیم که خوبن یا بدن. اون روز ولی برای من اون خبر خیلی بدی بود. خبری بود که فلجم کرده بود برای تصمیم گیری. خشمی بی امان در درونم زبانه کشید به قدرت یک اژدها. چرا فرشته کوچولوی من؟ چرا من؟ من چیکار کردم که مستحق چنین چیزی باشم که دختر کوچولوی من سرطان بگیره؟ سرطان؟ دختر 2 ساله کوچولو؟ تولدش بود. به هر صورت همه ما در زندگی مواجه شدیم با لحظات باور نکردنی، اتفاقای باور نکردنی، و میدونیم که انسان رو چاره‌ای جز صبوری و تسلیم نیست. ما درمان بچه رو شروع کردیم به خاطر اینکه اصلا به نظر اونها یک سلول جابجا شدنش میتونست همه چیز رو تغییر بده، باید بلافاصله درمان شروع میشد. و بعد از یه هفته رفت آمد در بیمارستانی که عمل شده بود، به خاطر بعد مسافت و ترافیک وحشتناک تهران و دوستی تیم پزشکی، دوستی خانوادگی که با من داشتن، من منتقل کردن به بیمارستان شهدای تجریش که نزدیکتر به خونه من بود، به این گمان که همه چیز راحت تر خواهد شد. ولی در اولین روزی که وارد اون بیمارستان شدم، به کوچیکی خودم پی بردم. خشمم کمتر نشد، ولی به اینی که متجاوز از 30 سال از کنار این دیوارهای سرد و بلند من رد می شدم و هیچ گفت به این فکر نکردم که چه اتفاقی داره اون تو می افته، چقدر آدم مستاصل اونجا نشستن، چقدر آدم ها منتظر یه چیزی هستن. همین جایی که من دارم رد میشم برم برای مدرسم، نمیدونم دانشگاهم یا هر چیزی، یک عالمه آدم پشت اون دیواره یه لحظات غیر قابل تصوری رو دارن میگذرن. چرا یک دفعه من اصلا پامو توی این بیمارستان نذاشتم؟ چیکار حالا میتونم بکنم؟ هیچ کار.
برای اینکه من برای بچه خودم موندم، برای مشکل خودم الان مستاصلم، من کاری نمیتونم بکنم. بنابراین درمان ما ادامه دادیم و روزای سرد زمستون گذشت، عید نوروز اومد. عید نوروز برای همه معنی داشت، برای من معنی نداشت. اصلا عصبانی بودم که چرا همه فکر میکنن چقدر همه چی خوبه، جشن و سرور و بهار داره میاد، سبزی نمیدونم این اون ماهی، همه اینا از نظر من متوقف بود. خانواده من و کودک دیگرم در واقع اصلا دیده نمیشدن در چشمان من. و تعطیلات گذشت، روز بعد از تعطیلات من باید میرفتم برای اینی که نگاه کنم برای دوره دوم شیمی درمانی. و در با هم من و مریم، مادری که همیشه توجه همون جلب کرده بود، یک زن میانسال با چهره‌ای که سوء تغذیه نشون میداد، با لباسهای مندرس ولی متشخص، یه پسر 13 ساله داشت که همواره بدون کفش روی دوشش بود و در همه رفت و آمدهایی که قبل از عید داشتیم. این بارم من دیدم که مریم داره میره تو، یه دستش یه بخچه سبزیه و یه دستی گل، این بچه هم رو دوششه. من فقط رد شدم، سر بهش تکون دادم، همین، حتی اینقدر مؤدب نبودم بگم سال نوت مبارک. رد شدم برای اینکه میخواستم به سرعت برم، تو اون فضا نمیخواستم بیشتر از یک دقیقه که لازم هست باشم. وقتی که ازش رد شدم، چند قدم گذاشتم، صدا کرد منو. فکر کردم میخواد حالا بگه عید مبارک، این اون عید خودت مبارک، من احساس نمیکنم عید مبارکه، یا میخواد بگه من مثلا زودتر برم از شما. جواب ندادم، رفتم. دو مرتبه صدا کرد و فکر کردم که خب حالا برمیگردم بهش میگم که میدونی عزیزم، من خیلی کار دارم، من باید برم، متاسفم، ببخشید، ولی امروز نمیتونم وایسم. خب برگشتم دیدم یه چهره پر از مهتاب، دو تا چشم پر از آفتاب، یه دسته گل صحرایی، سوسن، نسرین، لاله، همه چی، همه رنگا، بنفش، زرد، قرمز، جلوی صورت منه. بعد گفت اینا رو از ترکمن صحرا چیدم، خیلی دعا کردم امروز شما رو ببینم، خواستم بهتون بگم که خدا بزرگه. چه انقدر ناراحتی زن، یه خورده آروم باش، میگذره، همه اینا میگذره. خب من متاسفم از اینکه احساساتی میشم بعد از 20 سال که گذشته، ولی به این دلیل هست که در اون لحظه تمام پالسای وجود من متوقف شد، همه چی متوقف بود، حتی قلبم. فکر میکنم قلبم هم نزد چند دقیقه، چند ثانیه. فکر میکردم من چیکار کنم حالا، یعنی من این زن رو دور زدم، من میخواستم به این زن اینطوری حرف بزنم، من چیکار داشتم میکنم، من اصلا کی هستم، من کی هستم، این کیه، من کی هستم. و در همون لحظات اون که متوجه بیقراری من شده بود، گل گذاشت روی کالسکه بچه من، رو دامنش، رو رد شد و من موندم با نوری که ناگهان حس میکردم درون من رو روشن میکنه. بعد خودم رو دیدم از چشم مریم، دیدم یه زن متوقعه، عصبانیه، در واقع که همیشه یک دلیلی برای نارضایتی داره و فکر میکنه متفاوته، حالا چنبات میزده گوشه غار تاریک تنهایی سردش. چرا؟ چون دوستانم رو متفرق کرده بودم، برای اینکه متنفر بودم از اینی که موضوع ترحم باشم. خانواده رو متوقف کرده بودم برای اینکه پیشنهادات زیادی داشتن، هر کسی یه چیزی میگفت، این کار بکن، اون کار بکن، به همشون گفتم نمیخوام، تمام انرژیایی که دارم میخوام صرف نگاه کردم به این بچه باشم که روزی چندین سیسی سم میره تو بدنش، رگاش میسوزه، فریاد میزنه میسوزم، شما که نمیدونین راجب چی حرف میزنین، من نمیخوام نصایح شما رو. پزشکا رو از خودم متفرق کرده بودم، یعنی اونا وظیفه‌شون رو انجام میدادن ولی میدونستن من بهشون اعتقادی ندارم. من
نگاه کردم، خودم رو دیدم گوشه اون غار تنها نشستم و دیوار این غار رو دارم هر روز زخیم ترش میکنم. ولی صدای ترکیدن اون یخ ها رو شنیدم. شنیدم این یخ ها دارن میشکنن. داره یه نوری از لای اون درزا میاد تو. داره منو نشون میده اون گوشه اون غار نشستم. چنبات میزدم سرم روی زانومه. و فکر کردم هیچ راهی ندارم جز اینی که برم جلو خودم رو بغل کنم. بگم سعیده پاشو. پاشو. به خودت بیا. مریم رو نگاه کن. با امکانات 1000 تو میبخشه، میده هر چی که در توانش هست. از اون سر دنیا اینا رو چیده آورده برای تو. تو کی هستی؟ یک کسی باش که شایسته این عشق باشی. یاد بگیر. در اون لحظات آگاهی فکر میکنم بدون اختیار قسمی با خودم خوردم که پس از این در جستجوی یاد گرفتن از مریم و مریم‌ها باشم و زندگیمو صرف خدمتی به اینها بکنم. قسمی بود که بهش آگاه نبودم، ولی آتشی بود که مریم در درون من شعله بر کرده بود. این زن 4 بچه داشت، در مزرعه برنج کار میکرد در شمال و شوهرش در جنگ مرده بود. و چون زمان بعد از جنگ بود و اولویت در بخش بهداشتی مملکت به لحاظ محدودیت‌های در واقع منابع نجات سربازان و خانواده‌هاشون بود، ولی نه بچه‌ای که مبتلا به سرطان شده، برای اینکه دریافت اون موقع دارم راجع به 20 سال پیش نمی‌گم که بچه سرطانی بالاخره می‌میره. و تنها کسانی که می جنگیدن در اون زمان مادرها بودن. مادر اگر بچه 1 باشه و در اعماق اقیانوس باشه، باز مادر شیرجه میره اون تو، برای اینکه باز هنوز امید داره که اون بچه رو میتونه از اون ته بکشه بیرون و نجاتش بده. برای این مادرها بودن و مریم یکی از اون مادرها بود که این بچه 13 ساله رو دوشش میکشید و برمی داشت و می آورد. خب من با خودم عهدی بسته بودم و اولیش این بود که از مریم یاد بگیرم. راز مریم، چیزی که همه ما در این مرز و بوم بهش احتیاج داریم، زندگی بدون انتظار، عشق بدون انتظار، دادن بدون انتظار. انتظارش فقط از خودش بود. محور همه خواسته هاش خودش بود. و اینقدر این پرقدرت بود، این خصیصه در این زن، که همه اطرافش پر از تشعشعات وجود خودش میکرد و تأثیر میذاشت، همونطور که دنیای منو عوض کرد. قول دومم این بود که همیشه در خدمت اینها باشم و اولین قدم ها رو که شروع کردم به برداشتن، طبیعتا این تصور بودش که بچه مبتلا به سرطان الان توی این مملکت داروی این اون کی اصلا حوصله شو داره؟ در مراجعه به مقامات مسئولین همین بودن خانم برو خونت بشین زندگی تو بکن، بچه سرطانی نمیدونم این اون. ولی من، نه اینه که اراده من بود و یا من خواستم، این آتشی بود که مریم در درون من شعله ور کرده بود و اصلا مجالی برای توقف به من نمیداد. بنابراین من رفتم. رفتن من قدمای اول بود. بعد از اون کمکی بود که از در و دیوار میریخت. شما که اینجا نشستین یقین دارم که از همون کمک کننده ها هستید. حداقل 80-90% از شما کسانی هستن که به ما کمک کردن در این وادی. نتیجه چی شد؟ نتیجه این که امروز در سرزمین ما هیچ کودک مبتلا به سرطانی از فقر نخواهد مرد. اگر بذارین ادامه بدم، اگر بقیهش رو بشنوین بیشتر لذت میبرین. اون اینه که شما برای خودتون دست زدین، برای این مردمی که وقتی اعتماد بکنن معجزه میآفرینن دست زدید.
اتفاقی که افتاد این بود که حالا دیگه هیچ پدری با شرمندگی دم کانتر داروخانه با نمیستاد برای اینکه پول داروشو نداره. هیچ مادری تو اون غار سرده دیگه نمیخزید چون نمیدونست چی شده و هر چی که اطرافیانش میگفتن براش غیر قابل باور کردن است. باید بره تو غار خودش برای اینکه یک ارگانیزیشن به این عظمت داره حمایتش میکنه. با ده ها روانشناس حرفه‌ای که داوطلبانه اونجا نشستن دارن مادرها رو بهشون یاد میدن چگونه با این مشکل کنار بیان. بچه‌ها دیگه، بچه‌ها خواهر برادرها دیگه از مدرسه‌شون نمیمونن برای اینکه مادر و پدر این رهایی رو دارن که به زندگی معمولیشون ادامه بدن ضمن حل این مشکل. همینا رو شما در واقع ممکن کردید. اون چیزی که می‌خواستم با شما تقسیم بکنم این بود که در طی این مراحل من به یک واقعیت مطلق پی بردم و اون این که در وجود همه انسان‌ها بدون استثناء یک نطفه معجزه وجود داره. بعضی ها بر اثر حوادثی که پیش میاد، بعضی ها در واقع در نادانی کاملی به سر میبرن که من به سر میبردم، در اون دنیایی که به سر میبرن فرصت و مجال اینی که بتونن به اون نطفه توجه بکنن ندارن و این اصلا قابل سرزنش نیست. زندگی برای من اینجوری پیش برده، من اونجوری رفتم جلو، ژنم، تربیتم، خانوادم، همه اینا. من چیزی راجع به اون نطفه نمیدونستم که دنبالش بگردم، ولی یه پس گردنی سرنوشت منو در واقع متوجه کرد. اما بعضی از آدم ها هستن که به دنبالش هستن، به دنبال اینی که من به جای تأسف، تأثر و دلسوزی برای خودم که یک عادت ثانوی همه ما هستش، از صبح تا شب دلمون برای خودمون می‌سوزن و همه دنیا مقصرن برای همه اتفاقایی که در زندگی ما میفته به غیر از خودمون، به جای چرا، شاید سوال درست‌تر این باشه که چگونه میشه از این مشکل بیرون اومد؟ راه‌های بیرون اومدن از این مشکل چی است؟ مشکل ترین قدم ها قدم های اولی، قدم اولی که ما برداریم، کائنات به دنبال ماست. کائنات داره میجوره، جستجو میکنه برای اونا که میخوان تغییر ایجاد بکنن. شما اینو تو زندگیتون میبینین. این اصلا مربوط به دانشگاه نیست، این مربوط به ثروت نیست. شما ببینید این مربوط به ذهن جستجوگر، ذهنی که تسلیمه مصائبش نمیشه، ذهنی که میگرده به دنبال راه حل. وقتی که شما اون اتفاق افتاد دیگه هیچ توقفی وجود نداره و شما میبینید که شما هم یکی از معجزه‌گرهای جهان هستی خواهید شد. تنها سوالی که امروز باید بکنیم اینه که معجزه من چه خواهد بود؟ ممنونم. ممنون.